تصاویر اختصاصی رادیو فردا از تظاهرات پناهجوها در جزیره لسبوس یونان. فریاد میزنند آزادی. از اردوگاه و جزیره قفس مانندش خسته شدند. اینجا جزیره لسبوس، مردم همگی تو خیابونا هستن و همگی یک صدا دارن میگن که لطفا ما رو از اینجا انتقال بدین. متاسفانه برای مردم اینجا چادر آوردن و میخوان همینجا در کنار خیابونا اسکان داده بشه. تا سه روز پیش ساکن این اردوگاه بودند. هرچند وضعیتشان در موریا وحشتناک بود، اما دست کم جای خواب داشتند. دو شب پیاپی آتش سوزی بخش های زیادی از اردوگاه را از بین برد. حالا بیش از 3500 نفر از ساکنانش آواره خیابان ها شدند. دیشب مثلا هیچ کسی با ما کمک نکردن، نه آتش نشانی اومدن، نه پلیس اومدن، هیچ کسی نیومدن. سرپناهی نیست و آب و غذا هم بسیار کم است. اگر هم باشد، این وضعیت توزیع است. حالا تنها سقف بالای سر بسیاری از این پناهجوها آسمان است. با رسیدن روز، عده زیادی جلوی کاراتپه تظاهرات کردند. اردوگاهی در نزدیکی موریا که قرار بود مازاد پناهجوهای موریا را اسکان بدهد. با بیشتر شدن جمعیت خشمگین پناهجوها، پلیس یونان احساس خطر کرد. مقام‌های یونان می‌گویند موریا را پناهجوهای معترض عمدن به آتش کشیدند. بعضی از مردم به کشوری که میزبان اونهاست احترام نمیذارن. از هر بهانه ای استفاده میکنن تا جلوی راه حل رو بگیرن و مشکل رو دائمی کنن. به خاطر همین آتش دومی رو به وجود آوردن که بخشهای زیادی از تأسیسات رو از بین برد و هزاران نفر رو بی‌خانمان کرد. عده‌ای از پناهجوها میگویند کار این مردم است. ساکنان روستاهای اطراف اردوگاه که با بستن جاده‌ها می‌خواهند از رسیدن کمک و برپایی دوباره اردوگاه جلوگیری کنند. می‌گویند از پناهجوها و مشکلاتشان خسته شدند و بهترین موقع برای بیرون کردنشان است. اما کجا بروند؟ چند سالی است که بحران مهاجرت و پناهجویی گریبان کشورهای جنوب اروپا به ویژه یونان و ایتالیا را گرفته. آنها از کشورهای ثروتمند شمال اروپا انتقاد می کنند که سهمشان را برای کمک ادا نمی کنند. امروز اما به نظر صدای پناهجوها به گوش مسئولان اروپایی رسیده. وزیر کشور آلمان از توافق 10 کشور برای پذیرش عده‌ای از کودکان پناهجوی بی سرپرست خبر داد. نتیجه گفتگوهای ما با اعضای اتحادیه اروپا این شد که به اسکان مجدد کودکان پناهجو کمک کنند. هنوز با کشورهای دیگه مشغول گفتگوییم. در حال حاضر آلمان و فرانسه بیشتر این 400 کودک رو قبول می‌کنند. انتظار داریم هر کدوم بین 100 تا 150 تاشون رو بپذیرند. فعلا این کودکان از جزیره لسبوس به سرزمین اصلی یونان منتقل شدند. وضعیت پناهجویان آواره اما همچنان وخیم است. عده‌ای معتقدند کسی به فکرشان نیست و خودشان برای تهیه سرپناه آستین بالا زدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.